درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. آخرین برنامه حرف آخر در سال جاری 1402 شمسی با من به صورت زنده از لندن. از اونجا که مهمترین آرزوی اغلب شما برای سال جدید مطمئنم سقوط جمهوری اسلامی و عاقبتی سخت برای رهبرش علی خامنه‌ای هست، این قسمت رو به همین آرزو که دور از واقعیت هم نیست اختصاص دادم. آیا اول فروردین 1403 چند روز دیگه آخرین نوروز خامنه‌ای در ایرانه؟ آیا زنده خواهد بود یا رژیمی که او رهبرش هست سر کار خواهد بود؟ همراه من باشید. سوال من از مهمان برنامه همین هست. حرف آخر حرف شماست. وقت بخیر. یه سوال مهم که ذهن همه ما رو درگیر میکنه این روزها اینه که آینده این رژیم بعد از خامنه‌ای به کجا خواهد رسید؟ توی تاکسی که بنشینید معروفه دیگه، میشنوید در صحبت‌های مردم حدس و گمان زیاد هست، اینکه شورایی میشه، سپاه کودتا میکنه، یه سری آزادی به مردم میده تا نارضایتی‌ها رو بخوابونه، با امریکا و غرب کنار میان که یه مقدار آینده بعد خامنه‌ای رو بتونن تضمین بکنن، مجتبی میاد، رئیسی میاد و هزار تا از همین حرف و حدیث‌ها. اما من معتقدم شخصا اتفاقا خامنه‌ای همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم داره تمرین اداره جمهوری اسلامی در دوران بعد مرگ خودش رو نظارت می‌کنه و البته شانس بزرگ ما این هست که تمام تلاش خودش، پسرش و اطرافیان نزدیکش اینه که در اصول ثابت این رژیم تغییر ایجاد نشه، که این اتفاقا خوب هست چون ما رو به براندازی نزدیکتر میکنه و شانس رو کردن حقوق‌های جدید شبیه اصلاحات ساختاری و این مزخرفات رو بعد مرگ خامنه‌ای میاره پایین. یه ویدیو ببینیم از نشست اخیر این آدم با به قول شما فسیل‌های مجلس خبرگان که مؤید این حرف هست که چقدر خامنه‌ای نگران این موضوعه که بعد خودش اصولی که تعریف شده برای این رژیم از سال 1357 درش اخلالی ایجاد نشه. بشنویم، برگردیم راجبش صحبت میکنیم. مجلس خبرگان مهمترین کار رو در واقع بر عهده داره، تعیین رهبری و مراقبت از حفظ صلاحیت رهبری جزو کارهای بزرگی است، یعنی بزرگترین، شاید بزرگترین کار باشه در مدیریت جامعه ایرانی در جمهوری اسلامی. این رو باید مراقبت بکند مجلس خبرگان که اصول ثابت جمهوری اسلامی در گزینش‌ها و انتخاب‌هایی که خواهد داشت مورد غفلت قرار نگیر. این خیلی مهم، یعنی انتخاب رهبری با رعایت و ملاحظه اصول ثابتی باشد که در جمهوری اسلامی اون اصول جز مسلمات و ثوابت. ویدیو رو واقعا ببینید، نصف این آدمایی که نشسته بودن اونجا داشتن گوش میدادن به صحبت‌های خامنه‌ای اصلا خواب بودن، چشاشون بسته بود و این خودش نشون میده که چقدر مجلس خبرگان جایگاه مهمی داره در نظام جمهوری اسلامی و چقدر داره نظارت میکنه روی کار همین آدمی که داشت سخنرانی میکرد. ولی دیدید که چقدر این اصول ثابت رو چند بار در این ویدیو تکرار کرد. خب به هر حال نشون میده که در درون خودشون دارن چه جوری برنامه‌ریزی میکنن. بگذاریم، این قسمت رو من در نظر نگرفتم که ما طبق صحبتایی که معمولاً در رسانه‌های جریان اصلی میشه به سناریوهای مرگ خامنه‌ای از این نظر نگاه کنیم که قرار این رژیم ادامه داشته باشه که برای این آدم جانشینی وجود خواهد داشت. هدف من از این حرفا و سوالایی که در برنامه از مهمان میپرسم، آقای مهدوی آزاد که تا دقایق دیگه در خدمتش هستم، دو چیز هست. یکی اینکه مرگ خامنه‌ای چه کمکی به ما مردم که خواهان براندازی هستیم میکنه و آیا اصلا اصولاً کمکی میکنه، و دوم اینکه طبق برنامه‌های قبلی که من مشخصاً به تحولات جهانی زیاد میپردازم، اگه به قضیه اینجور نگاه کنیم که غرب و شرق در آستانه یک تقابل مهم هستند. ببینید، ما دیروز سخنرانی امانوئل مکرون رو داشتیم، رئیس جمهور فرانسه، که مشخصا گفت ما باید برای یک جنگ آماده باشیم و پوتین به اوکراین قانع نخواهد بود. این نشون میده که به هر حال غرب این سناریو رو داره قوی بررسی میکنه که در ماهای آینده یا شاید در میان مدت وارد یک جنگ تمام عیاری بشه، ناتو مشخصا با ارتش روسیه، و حالا بعد اون چه اتفاقی میفته واقعا شاید از دست تمام برنامه ریزان این جنگ هم خارج باشه. حالا رژیم توی این تقابل در کنار شرق ایستاده،
و اگر این اتفاق بیفته، یعنی این تقابل رخ بده، تکلیف جانشین خامنه‌ای چه خواهد شد؟ این پیرمردهایی که ما توی ویدیو دیدیم جلوی خامنه‌ای نشسته بودن، نقش خواهند داشت در آینده این رژیم یا ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ در پکن؟ در مورد کاراکتر خامنه‌ای هم به نظر من نگرانی بزرگش این آدم اینه که اتفاقی که برای شوروی سابق به واسطه مرگ ناگهانی استالین افتاد، برای جمهوری اسلامی تکرار بشه. یه نگرانی دیگه‌ش هم حالا خیلی‌ها در شبکه‌های اجتماعی بهش اشاره می‌کنن، اینه که همون بلایی که خودش با همکاری رفسنجانی سر احمد خمینی، پسر جنایتکار بزرگ جمهوری اسلامی، آوردن و حذفش کردن، رهبر آینده رژیم به سر خانواده خودش بیاره. در این قسمت من خودم کمتر حرف میزنم و مهمانی همراه من هست که اشاره کردم برای شما چهره آشناس، ولی من برای اولین بار هست که در برنامه در خدمتش هستم و سالهاست روی این موضوعات کار کرده و نظرات بسیار جالبی داره. آقای مهدوی آزاد، خیلی خوش اومدید به حرف آخر. خیلی خوشحالم که برای اولین بار بالاخره این فرصت فراهم شد من در خدمتتون هستم. سلام عرض ادب بودیا جان، سلام عرض ادب به مخاطبان، در خدمتم. آقای مهدوی آزاد، سناریوهای مختلفی مطرح هست که ما طبق صحبتی که داشتیم در این برنامه بهش میپردازیم، ولی اول به من بگید از نظر شما طبق این نظر غالبی که در جامعه داره میچرخه، مجتبی جانشین پدرش هست یا نه؟ نه، من فکر نمی کنم. من فکر میکنم که مجموعاً چون باید توضیح بدم چرا فکر نمی کنم البته فکر نمی‌کنم. ببینید، در سیاست همه چیز ممکنه. من یقین دارم مجتبی بعدش نمیاد مثل احمد خمینی که بعدش نمیومد که بره اونجا بشینه. یقینم دارم داره یه کارایی میکنه. مطابق مجموع ساختار، با در نظر گرفتن کاراکتر خامنه‌ای، فکر کنم اولویت اصلی اون است که یک سیستم جانشین او بشه. سیستمی که الان داره میکنه، با شما موافقم، داره تمرین میکنه سپاه پاسدارانه. یعنی یک ساختار جانشین او خواهد شد، چیز شبیه پاکستان که نظامی‌ها دارن، ولی اینجا سپاه پاسداران نیروی ایدئولوژی. اون موقع اونها ممکن برای به قدرت رسیدن به یک مترسک نیاز داشته باشن، یه مترسک روحانی نشندان تندروی در اون ساختار که سپاه پاسداران هست. البته مجتبی میتونه بازیگر باشه با توجه به نفوذ قدرتمندی که داره و توانایی که در ارتباط با اون سیستم داره. آقای مهدوی آزاد، ببینید، ما مثلا تو سالهای گذشته نشانه هایی رو میبینیم که هر کدوم از اینها میشه تحلیل های مختلفی رو راجع بهش داشت. مثلا کاری که با رفسنجانی کردن در سالهای گذشته و خانواده لاریجانی کلا کنار گذاشته شدن به نوعی از سیستم، و کلا کسایی که با خود خامنه ای در این رژیم بعد مردن خمینی رشد کرده بودن، این اتفاقاتی که در مقاطع مختلف در تاریخ این رژیم افتاده بعد مرگ خمینی رو چطور میشه بررسی کرد؟ خیلی مثال قشنگ، بحث جانشینی منظورم هست. آره، مثال قشنگی زد، مثال استالین و شوروی سابق. ببینید، رهبران اقتدارگرای از جنس علی خامنه ای در واقع اینا ویژگی منحصر به فردی دارن، با دیکتاتورهای معمولی قابل مقایسه نیستن. براتون یه مثال بزنم، یه فهرست بکنید از دیکتاتورهای دنیا که میگن فاسدن، بگید چقدر پول دزدیدن، چقدر پول، 1 میلیارد دلار، 5 میلیارد دلار، 2 میلیارد دلار. اینا هیچ دیکتاتوری، هیچ کدومشون خونه به نام خودشون که تو سرزمینشون نکردن، که این خونه خریدن، طلا خریدن، نمیدونم سهام خریدن، ارز خریدن، مال موقعی است که یارو 500 هزار دلار، 1 میلیون دلار، 5 میلیون دلار اختلاس میکنه. اینا همشون بلا استثناء داراییشون در قالب شرکت ها، کنسرسیوم ها، نهادهایی که متعلق به اونهاست، اسمای قلمبه سلمبه هم داره، بعضی وقتا کار خیلی هم میکنه، سازماندهی میکنن. این نهادها دور از نظارت، کسی بهشون نظارت نمیکنه، نزدیک هم نمیتونه بشه. از این زاویه به خامنه‌ای نگاه کنید، رویترز میگه 90 میگفت 92 میلیارد دلار ستاد اجرایی فرمان امام. نه ما میدونیم پولش چقدره، نمیدونیم رئیساش کیان، نمیدونیم با این پولا چیکار میکنن، سودش کجاست. مجموعا نایب رئیس مجلس نگاه بکنید، میگه 60% اقتصاد ایران رو این آقا به نام خودش داره. به خدا ما فاصله در دنیا نداریم این اندازه باشه. همچنان که تعداد محافظه شما نگاه کنید، ما الان دیکتاتوری در دنیا نداریم 10,000 محافظ داشته باشه، سپاه ولی هم حداقل 10,000. این شکل حکمرانی یه نظمی ایجاد میکنه. این نظم چیه الان شما میبینید؟ میبینید آدم ها مدام از توشون دارن تندروترها، چون سیستم ریاکار دیگه، تندروترها سر کار میان. میبینید منازعه خیلی خشنه، چنگ میندازن. میبینید چیزی به نام منافع ملی، قول خدا، پیغمبر، مدام داره در واقع همون ارزش هایی که میگه مدام داره شکل رنگ میبازه دیگه، اساسا داره مدام هی داره بی در واقع به هیچ چیزی دیگه متعلق نیست، به هیچ چیزی پایبند نیست، و در نهایت میبینید به وفاداران خودش هم وفادار نیست. یعنی یه زمانی سعید امامی دست راست آقای خامنه ای بود، تا ماجرای قتل زنجیری شد، حتی زنش رو بردن زیر بازجویی با شکنجه، اعتراف کنه که رابطه گروهی داشته. خب بنابراین شما میبینید توی این نظم داره یه ساختاری شکل گرفته که بعد از مرگ خامنه ای دچار خلل قدرت میشه. حالا جواب سوالشون چند جمله میدم. هر کسی که این نظم میتونسته معادل خامنه ای باشه یا جریان بسازه رو زدن، از هاشمی رفسنجانی بگیم کشتنش تا آدمای دیگه. توی این نظم هر کسی که میتونسته ادعا داشته باشه، تئوری بسازه،
بخش رو دوربر خودش جمع کنه، یا خرابش کردن با پروپاگاندا، یا بازداشتش کردن، یا حس کردن، یا آواره کردن فرستادن خارج کشور، میگم یا با همه توانشون ریختن سرش. هر کسی که میتونه چالش ایجاد بکنه در داخل ساختار، میخوام بگم تمام سرها، تمام رقیب‌ها، هر کسی که میتونه جریان سازی بکنه زدن، آخرین تیرش تو انتخابات خبره کنه. برای شما مجموعه ای رو میبینید، مجموعه ای که در حتی در حد ابراهیم رئیسی هم، در حد اصلاح میکنم حسن روحانی هم حتی ریسک نمیکنه، حتی در حد وزیر احمدی نژاد از اطلاعات امنیتی ریسک نمیکنه که طرف بتونه یه جریان بسازه. درسته. آقای مهدوی‌زاد، خیلی به بحث جالبی اشاره کردید، اتفاقا در سوالای بعدی میتونیم بیشتر باز بکنیم، ولی روی موضوع با هم توافق داریم که خامنه‌ای همین الان داره نظارت میکنه تمرین دوران بعد خودش رو. ببینید، بحث انتقال قدرت بحث خیلی مهمی هست. ببینید یه ریسک‌ها، یعنی ما میدونیم که خیلی از این کارهایی که همین الان شما اشاره کردید رو انجام دادن که این ریسک فروپاشی یا مشکلی ایجاد شدن برای ایجاد مشکل برای جمهوری اسلامی به سبکی که مثلا بعد استالین رخ داد رو اینها بیارن پایین. اما ما همچنان میدونیم که ریسکایی هست. یعنی من سوالم مشخصا از شما اینه که اگه بخوایم مقایسه بکنیم انتقال قدرت در این رژیم رو الان اگر خامنه‌ای بمیره با زمانی که خمینی مرد، چه تفاوت‌هایی داره؟ یعنی انتقال قدرت از خمینی با خامنه‌ای، با خامنه‌ای و بعدیش چه تفاوت‌هایی با هم داره؟ تفاوت‌های خیلی عظیمی داره. بذارید من در ادامه سوال قبلی چند تا جمله بگم، شاید کمی طولانی‌تر بشه. اینکه گفتید خامنه‌ای چی کار می‌کنه، ببینید علی خامنه‌ای نقل هست در محافل خبری که در 15 سال پیش رفتن پیشش گفتن شما نمی‌خواید قائم مقام داشته باشید، با تجربه‌ای که منتظری واسه خامنه‌ای، منتظری برای خامنه‌ای داشت. خامنه‌ای گفته بود که نه، من تا موقعی که زنده هستم خودمم، موقعی که من مردم روحانیون می‌مونه و شما می‌مونید امام زمان. چرا اینو میگم؟ ببین شما نگاهی بکنید به صحنه قدرت. اصلا یکی از مشخصات علی خامنه‌ای، نمیخوام تند بگم، مالی خولیاست، توهم داره، توهم دشمن، توهم که تذیب. سه تا دستگاه، دو تا دستگاه اطلاعاتی موازی، سازمان اطلاعات، وزارت اطلاعات، تازه یک گهرده جدید، سه تا، دو تا ارتش، نهاد نظامی موازی، حتی دو تا نهاد خیریه موازی. هر چی نگاه بکنید دو تا ساخته که بینشون بتونه بازی کنه. این آدمی که حتی کسی مثل هاشمی رفسنجانی که بالا آوردنش نمیتونه تحمل کنه، سخته که من باور کنم که در اطراف خودش به غیر از مشتبه و حتی مشتبه، چون آدم مدخلی به بچهشون هم نمیتونه اعتماد کنه، اینو انقدر بالا بیاره در پشت پرده که بالقوه یک خطر براش باشن. برای این منطقا این جور رهبران موقعی که میمیرن مرگشون یک خلای قدرت بزرگ درست، یک خلای قدرت خیلی. حالا یه موضوعی هم که این وسط مطرحه، آقای مهدوی‌زاد، ببینید یعنی این نظر شخصی من هست، نمیدونم نظر شما رو هم حتما در این مورد میشنویم. ببینید خمینی اون مشروعیت سیاسی رو تونسته بود از طریق ایدئولوژی که در دهه اول انقلاب بر جامعه حاکم کرده بود به وجود بیاره. به هر حال این یک واقعیت هست دیگه، یعنی همه ما میدونیم که جنایتکار بسیار بزرگی بود و تمام بدبختی امروز ما نتیجه حکومت و ایدئولوژی است که این آدم آورد سر کار، ولی همچنان تشییع جنازه‌اش در قرن 20 به عنوان یکی از رکوردها ثبت شده. و به هر حال این خامنه‌ای این آدم نیست، خمینی نیست در خود درون سیستم جمهوری اسلامی. و یه مسئله دیگه اینه که سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی هم مثل سال 68 نیست. یعنی به نظر من سرمایه اجتماعیش بسیار صرف شده و همه اینها شاید با تمام این برنامه‌ریزی‌هایی که شما دارید میگید، حتی پیاده کردن اون پلنی که الان اینها بهش فکر کردن و هم من هم شما معتقدیم که دارن تمرینش میکنن، هم به آسونی نباشه. یعنی ما بعد دی ماه 96 می‌بینیم که اکثریت جامعه ایران اصلا از ایدئولوژی جمهوری اسلامی از همه بخشاش عبور کردن و این خب کار رو برای در واقع ایجاد ثبات بعد مرگ این آدم ممکن خیلی سخت بکنه. خمینی هر چی بود مرجع تقلید بود، خمینی نیست. خمینی هر چی بود دو تا جناح بغلش داشت، خامنه‌ای تنها منزوی است. حکومت جمهوری اسلامی در اون مقطع سال 68 یک هزارم الان هم فاسد نبود، فاسد بودا، ولی بیشتر اون فساد شما در واقع بالا کشیدن و بالا کشیدن اموال حکومت سابق و سرمایه‌داران و اینا میدیدید، ولی حکومت الان یک فاسدترین حکومت های دنیاست. حکومت اون زمان درگیر یک جنگ بود با عراق که هر چی که بود بخشای بزرگی از مردم جنگ میهنی میشناختنش. حکومت الان نه تنها درگیر جنگ میهنی نیست، بلکه مردم میگن آقا اصلا دعوای این با اسرائیل با ما مربوط نیست. و حکومت اون زمان درست از فلسطین دفاع میکرد، مردم به اون روش نرسیده بودن که الان میگن فلسطین رها بکن. و اصلا منتهی است تلخی است، ولی یه سوزن به دیگران، به خودمون بزنیم، به جور دوست به دیگران. ببین سال 57 بوده 70% جامعه ایران بیسواد بوده، البته آمار رسمی میگه 50% حدودن، چون 20% اکابر در واقع خواندن قرآن بلد بوده. الان جامعه ایران حدود 15 تا 20 میلیون فارغ التحصیل دانشگاه داره، یه طبقه متوسط عجیب و غریب داره، حدود 10% جامعه ایران مهاجرت کرده. به جرات میشه گفت سکولارترین جامعه خاورمیانه رو داره، به خاطر وجود این رژیم.
به یقین همینطور سکولارترین جامعه خواهد. البته دین ما ایرانی و شیعیان از اون اول هیچ موقع اسلام واقعی نبوده. مردهای ایرانی هم شما سنتی ها رو بذارید کنار، به نسبت مردهای مسلمان عرب همیشه سکولارتر بودن، رابطه بهتری داشتن با اینجور مسائل. ولی مجموعا خب شما فساد رو در نظر بگیرید، ناکارآمدی رو در نظر بگیرید. اون زمان میگفتن آقا تازه انقلاب شده، درگیر جنگ بودیم. الان 40 سال گذشته، هنوز جاده چالوس جاده درازه. یه اتوبان البته جدیدن ساختن. میدونید مجموع شرایط شما در نظر بگیرید، بالا رفتن سواد مردم و از همین خب همه اینا که اشاره کردید آقای مهدوی آزاد، چه چالشی رو ایجاد میکنه؟ ما میگیم خامنه‌ای برنامه‌ریزی کرده این ساختار رو میسپره به یک در واقع نیروی نظامی که به هر حال ثبات جمهوری اسلامی رو تضمین میکنه، به هیچ کسی هم باج نداده، تمام موانع احتمالی رو هم از سرش برداشته. ولی آیا میتونه این مردم رو به هر حال قانع بکنه که بعد جمهوری اسلامی سرمایه اجتماعی این رژیم دوباره رشد پیدا بکنه؟ ببین چیزی با قاطعیت قابل پیش بینی نیست. در اون لحظه مهم اینه که مردم شاید داشته باشن کی فرمانده نظامی باشه کی، ولی چند تا اتفاق کلاسیک ممکنه بیفته. یک، در جامعه ایران اون زمان نمیدونستن ولی الان میدونستن، میدونن که سال 57 درآمد سرانه ایرانی‌ها 13 برابر چین بود. درآمد سرانه ایرانی‌ها از مالزی 650 دلار، از کره جنوبی که الان 500 600 دلار، از ترکیه 500 600 دلار بالاتر بود. حالا آرزوی یه جوان شده بره مالزی درس بخونه، یک موبایل کره جنوبی یخچالش داشته باشه. این تفاوتو دیدن دنیا کجا رفته ما کجا. و ایران به واقع مجموعه فشارهای اقتصادی اجتماعی سیاسی در نظر بگیرید، یکی از جهنمای روی زمینه، یکی از معدود جهنمای روی زمین. برای این مردم که پای حکومت نمیتونن بایستن. اتفاق دوم گفتم خلای قدرته. اتفاق سوم ناراضی های پنهان، اونایی که تقیه کردن، نه مخالفان دموکراسی خواهان، نه توی همین حکومت تعدادی از این اصولگرایان، همونا که شما دیدی وزیر معاون وزیر ارشاد میاد محول الحال و احوال نمیتونه، میگه حول احوالنا و اصل حال، دعای دوار بعد نیست بخونه، دعای تحویل سالو. اینا میبینن که خامنه ای مثلا فلان سردار رو چقدر بهش میرسه، به اینا سهم نمیرسه، میبینن این تضاد و نادلتی. اینها در اون لحظه میتونن در واقع با هم متحد شن، میتونن به جان هم بیافتن، در واقع سیستم به جان هم بیفته. و اصلا مهمتر دشمنان بزرگی که این سیستم داره، دشمنان در واقع دوستی که تو دنیا نداره جز یک دو جنایتکار، دشمنان بزرگی که این سیستم داره، مجموع اینها یه سیاه چاله عظیم مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیره. خیلی به نکته مهمی اشاره کردید. اتفاقا دو سوال بعدی من راجع به همین هست. ببینید، هم من هم شما میدونیم که این آخوندایی که نشسته بودن جلوش الان داشتن به صحبتاش گوش میدادن، نصفشون هم خواب بودن، نقشی در رهبری آینده جمهوری اسلامی ندارن. من شخصا فکر میکنم ولادیمیر پوتین و به هر حال حزب حاکم در چین دست خواهند داشت در واقع نحوه تقسیم قدرت بعد مرگ این آدم در جمهوری اسلامی. فکر میکنید نقش چین و روسیه چه هست در دوران بعد خامنه‌ای و در دوران گذار بعد خامنه‌ای؟ منظورم هست مشخصا. کاملا با شما موافقم، یه تکمیلش میکنم. ما چند تا بازیگر داریم در اون لحظه. بازیگر اصلی بزرگ قدرتمند صرف نظر از که میاد داخل میدان، یعنی مردم ایران هستند، بس انبوه معترضان که اکثر داره. بازیگر دوم ناراضیان داخلی. بازیگر سوم برخلاف خیلی‌ها من معتقدم، مثل شما معتقدم که قدرت‌های خارجی. سه تا قدرت خارجی در ایران بازیگرن: روسیه، اسرائیل و چین. روسیه به عنوان قدرت نظامی کسی که بشار اسد رو نگه داشته بازیگر اصلی خواهد بود. اطلاعات زیادی داریم، حتی افشاگری ها که بعد از ماجرای سوریه روسیه حتی ارتباطات زیادی با سرداران سپاه گرفته. ما الان چند مورد میدونیم روسیه سپاه بازی داده، سپاه قدس بازی داده. بازیگر اصلی خواهد بود. اسرائیل نه به صورت رسمی، با نفوذی که داره. ببین محرمانه تا این اسد اون کشور رو هم میداره میبره، اطلاع داره، همه چیو میدونه. تمام پروژه ترورشون در 10 سال اخیر رو در نطفه خفه کرده. بنابراین بازیگر اصلی خواهد بود. اسرائیل بپردازید، بذار من یه ویدیو آماده کردم. اتفاقا میدونستم که احتمالاً به اسرائیل اشاره میکنید. یه ویدیو هست از این نماینده خامنه‌ای در خوزستان هست راجع به اینکه چه خطراتی هست اگه الان اینا اعلام بکنن رهبر کی است. این ویدیو رو کوتاه گوش بدیم برگردیم، چون راجع به اسرائیل به نظر من خیلی بحث جالبی رو میشه راجعش حرف زد. اگه اتاق فرمان این ویدیو رو پلی بکنن ممنون میشم. اسرائیل امریکا که به اصطلاح نامزد شده برای چیز، به هر کیفی که توی که شده بهش خودش رو میرسن و ترورش میکنن. ولی زا این 100% محرمانه است، به هیچ وجه صلاح نیست که مطرح بشه در بین چه کی مثلا چیز مثلا پیشنهاد شده برای رهبری. این بسیار بسیار چیز کار غلطیه. چرا مرحوم هاشمی رفسنجانی اواخر عمرشون بحث شورایی رو مطرح میکردن برای رهبری؟ نه من یادم نیست. تو بعض مصاحبهاشون هست؟ من یادم نیست که ایشون گفته باشن شورایی. و این تعارضیه و آقای هاشمی تصدی من اعتباسی با رهبری بسیار خوب بود و بسیار صمیمی بودن با هم تا روز آخر و من از آقای هاشمی هم چه چیزی نشنید. پس این شایعه که میشه؟ نه شایعه است.
حاج آقا در دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی به ایشان حجت الاسلام میگفتن. بر چه مبنایی که یه دفعه آیت الله خامنه ای مطرح شد؟ بله، عرض کنم خدمت شما، خب اون روز دیگه تا نزدیک مغرب که ما توی جلسه بودیم و الحمدلله به کمال خوبی و خوشی و شوق و احساسات این مسئله به پایان رسید الحمدلله و هم اعلام بیعت و وفاداری هم کردن به آیت الله خامنه. خب بیرون آمدیم از مجلس، یه سالن دیگری بود که معمولا اونجا نماز میخوندیم. خب صحبت‌هاشو گوش دادید آقای مهدوی آزاد، می‌خواید این سه تا کشوری که اسبوردید رو جدا جدا بهشون بپرزیم که هر کدوم چه نقشی میتونن ایفا بکنن؟ میتونیم با اسرائیل شروع بکنیم، بعد روسیه و چین. بله، علی یونسی وزیر اسفار اطلاعات در ادامه حرفای آقای جزایری ولی سریع‌تر گفته بود بعد از ترور قاسم سلیمانی و فخری‌زاده که هر دوش خب اطلاعات اولیه‌اش برام چیز اسرائیل بود، مسابقه کرد و خیلی روشن گفت، ویدیوش هم هست، خیلی روشن گفتش که نفوذ اسرائیل در ایران به جایی رسیده که همه مقامات این همه هم تکرار کرد، یعنی حتی علی خامنه‌ای در واقع باید مواظب باشن و اون زورش میرسه بخواد ترور میتونه بکنه. این نفوذ اطلاعاتیه، یعنی واسه نیست کماندو داره، نفوذ اطلاعاتیش اینقدر بالا هست. ساختاری که بزرگترین دشمنش اسرائیل 40 سال شعار ایدئولوژیک میده، میدونید موقعی که اون دشمنه که شعار ایدئولوژیک علش میده اینقدر تونست درش آدم بخره، این ساختار کاملا فرسوده است. و خب اینجا اسرائیل میتونه بازیگری کنه. من البته مطمئن نیستم بازیگریش در راستای دموکراسی ایران باشه یا نباشه، ممکنه تندروترین ها رو بخواد سر کار بیاره چون با سر بخورن روحانیون زمین، نمیدونم، ولی به هر حال میتونه بازیگری کنه با روشهای مختلف. بعد از اون روسیه است. روسیه بازیگری بزرگی میتونه بکنه از این زاویه که به هر حال میدونن روسیه در طول تاریخ بزرگترین بخش ایران رو جدا کرده، میدونن ولادیمیر پوتین دیوانه است و میدونن سر بشار اسد این کارو کرده، روابط گسترده هم با سپاه پاسداران، از نظر اقتصادی چیزی نمیتونه بکنه ولی قدرت نظامیشو میتونه رخ بکشه. و سوم چی؟ قدرت اقتصادیش. اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، جمهوری اسلامی منزوی که در واقع کفگیرم خود تعدی یک راستش بخواد، پول چین تنها همون نفتی که از ایران میخره، منظورم اینه، تنها ممر درآمد حکومت ایران، تنها محل تنفسش است. هر سه تا اینا تهدیداتی است یا فشارهایی است که میتونه بازیگر. از اون ور از طرف مقابل اونها هم نمیخوان در واقع جمهوری اسلامی در مسیری بره که بخواد تو دامن غرب بیفته. یعنی من فکر میکنم اونها هم حواسشون هست که ساختار جمهوری اسلامی جوری باشه که همین به هر حال اونها منافع میبرن از این شرایط دیگه. روسیه که به هر حال مانع بزرگی است در عادی سازی روابط با غرب به خاطر مسئله گاز فکر می‌کنم و حالا منافع مشترکی که در خاورمیانه دارن. چین هم خب داره به قول شما نفت مفت رو می‌بره دیگه، چرا باید راضی باشه که جمهوری اسلامی تغییری درش ایجاد بشه؟ این که دیگه الان ثابت شده از تحلیل نیستش که یکی از بزرگترین موانع نزدیک شدن ایران به غرب همین روسیه و چین هستن. تو همین برجام دیگه ثابت شده است که روسیه بازی کرد، چندین بار به هم زد، چین هم همچنین. بله، فقط بردن نفت ایران نیست، فقط بازار این که ایران تصاحب میکنن نیست. شما توی اوکراین نگاه بکنید چند تا کشور حاضر شدن این رسوایی رو به جان بخرن، سلاح بفرستن. چین حاضر نشد سلاح بفرسته، این جمهوری اسلامی که داره سلاح میفرسته خشم به جانش میخره. به هر حال و بعد جمهوری اسلامی دیگه دیوانه هم هست، منافع ملی هم براش مهم نیست. پوتین واسش مردمش مهمه، پوتین واسش وجهش مهمه، اینا واسش مهم نیست. هر جا که میبینه فشار آمریکا داره سنگین میشه، جمهوری اسلامی یا حوثی‌های یمن رو با واسطه میندازه به جان آمریکا. بنابراین کارت بازی بزرگی هست برای اونها، حتما نمیگذارن به دامن غرب بیفتن. آقای مهدوی زاد، سوال آخرم هست ازتون، حدود یکی دو دقیقه وقت داریم. مرگ خامنه ای به عنوان یک پارادایم براندازی برای ما مردم که خودتون هم اشاره کردید عامل اول تغییر در برحال آینده هستند، به چه معناست؟ یعنی اصلا مرگ خامنه ای، اصلا آخه من خودم معتقدم ممکنه اصلا این سناریو توسط خود رژیم مطرح میشه، این تا 100 سال دیگه هم بمونه. یعنی منظورم اینه که از این سناریو به عنوان پارادایم براندازی چطور میشه استفاده کرد؟ بله، من میدونم بدبینی های وجود داره، یعنی کسی بگی راجع مرگ خامنه ای یه تعداد چند نفر زیاد نه فکر میکنن که این منظورش اینه که تا اون موقع بعد رژیم جمهوری اسلامی بمونه. نه، جمهوری اسلامی ممکنه فردا بره، ممکنه پس فردا بره، هر مردم معترض میتونن تصمیم بگیرن. زمان به خامنه ای میتونه باشه به قول مانو که خدا بخشان، من دیدم تو توییتر میگن اینا یا مهم نیستش. منتها اولا تو تمام ساختار دیکتاتوری اصلا ایران فراموش کن، ساختار اینجوری خامنه ای ایران، همه ساختارا موقعی که یک رهبر توتالیتر 4 نسل برداشته بهشون زنجیر زده، از سبک زندگیشون، اقتصادشون، رویاهاشون، همشون رو برداشته، میدونید، به دستکاری کرده، به هم زده، مرگش یه لحظه تنفسه، یه لحظه تنفسه برای جامعه ایران که نیست
و برای اون ساختاری که متکی شده اون رهبره، همه چیزش بر مبنای خواستای اونه، حرفاشو عوض میکنه، امروز میگه مستضعفین منم، فردا چیز دیگه میگه، امروز میگه نرمش قهرمانانه، فردا میگه تا آخرش میجنگی. اون ساختار اعتماد به نفسشو از دست میده. برای شما در یک لحظه مردمی رو دیدید که نفس میکشند و ساختاری که اعتماد به نفسشو از دست داده مسئله مهمی است. مؤتلفینی در این حکومت ها دارن، حشد شعبی، نمیدونم حزب الله، مرگ خامنه‌ای که مؤتلفین رو دچار دستخوش تغییر میکنه، همچنان که قاسم سلیمانی نبودش، آسیب بسیار زیادی زد کوتاه مدت به ساختار سپاه قدس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. و از همه مهمتر بخش های حریص قدرت که الان بر مبنای منافعشون، بر مبنای ریاکاری دور هم جمع شدن، اینا به جان هم میافتن. همین الان توی مجلس ببینید چجوری به جان هم افتاده. اینا همشون در یک لحظه میتونه دست به دست هم بده. این به معنی این نیست که حکومت فرداش سقوط میکنه، ممکنه برعکس بشه، ولی ممکنه یک فرصت تاریخی باشه. مرسی از شما آقای مهدوی آزاد، سال نوتون هم پیشاپیش مبارک. به پایان این قسمت رسیدیم. پیشاپیش نوروز رو به همه شما که سالهاست کنار من بودید و هستید شاد باش میگم، به امید ایرانی آزاد و بدون آخون در سال جدید. و اینکه لطفاً در این روزها خانواده های قهرمان هامون که جونشون رو در راه آزادی ایران از دست دادن فراموش نکنید. یاد این بچه ها رو زنده نگه دارید، چون جمهوری اسلامی از اتحاد ما، از اینکه فراموش نمی کنیم و از اینکه نمی بخشیم بسیار بسیار میترسه. نوروز پیروز. تا هفته آینده بدرود.